پرژن BMS تقدیم می کند. در این ساعت و در کنار شما شنوندگان خوب رادیو پیام دوست با خبرنگار همراه خواهیم بود. خبرنگار با خوش آمد به شما دوستان و دوستداران خبرنگار، نوشین آگاهی هستم و خبرنگار این چهارشنبه رو تقدیم می کنم. بخش گزارش ویژه برنامه امروز تا حدی مفصل خواهد بود، بنابراین با پوزش از شما بخش سرخط خبرها رو در این خبرنگار هم نخواهیم داشت. و ما در خبرنگار هفته گذشته همراه با دکتر پرهام اقدسی بخشی از پیام رضوان بیت‌العدل اعظم که امسال در روز 20 ماه آوریل به پیروان آیین بهائی در سراسر جهان ارسال شد رو با هم مرور کردیم و با پاره‌ای از مفاهیم و رهنمودهای این پیام آشنا شدیم. در این بخش از برنامه امروز همونطور که هفته قبل وعده کردیم، مجدداً همراه با دکتر پرهام اقدسی به تأمل و یادگیری در مورد این پیام ادامه میدیم. ضمناً متن کامل پیام رضوان امسال بیت‌العدل اعظم، عالی‌ترین مرجع اداری جامعه جهانی بهائی رو میتونید در سایت پیام‌ها خط تیره ایران.org جستجو کنید و به مطالعه عمیق‌تر و دقیق‌تر اون بپردازید، به خصوص با افرادی که در پروژه‌های خدماتی با شما همراه هستند و فعالیت می‌کنند. بار دیگر از دکتر پرهام اقدسی صمیمانه سپاسگزاری می‌کنم از اینکه وقتشون رو به این برنامه دادن و از شما دعوت می‌کنم با این بخش از خبرنگار امروز همراه باشید. با درود به شنوندگان عزیز برنامه خبرنگار، خوشحالم که بار دیگه در این برنامه با شما هستم و با هم میتونیم ادامه پیام رضوان 2021 بیت‌العدل اعظم رو مرور بکنیم. پاراگراف 11. بیت‌العدل اعظم در ادامه میفرمایند که در اواسط این سلسله نقشه ها بهائیان تشویق شدند که دو مجهود مرتبط اقدام اجتماعی و مشارکت در گفتمانهای رایج در اجتماع رو برای اشتغال بیش از پیش در حیات اجتماع مورد توجه قرار بدن. بیت‌العدل اعظم متذکر میشن که این دو مجهود در حقیقت جایگزینی برای کار ترویج و تحکیم نیستن و در حقیقت به طور طبیعی در بطن فرایند ترویج و تحکیم هستن. در واقع با افزایش منابع انسانی در یک جامعه، قابلیت اون جامعه برای به ظهور رساندن تعالیم حضرت بهاءالله در رابطه با مشکلات و معضلات روز جامعه هم بیشتر میشه. در این رابطه مفهومی از دین حاصل شد که اون رو نیروی پرقدرت و محرک پیشبرد مدنیتی پیشرفته میدونه. جامعه هم به این درک رسید که این مدنیت خود به خود ظاهر نخواهد شد و در حقیقت این رسالت و مسئولیت پیروان حضرت بهاءالله هست که برای ظهور اون تلاش میکنن. این رسالت مستلزم به کارگیری همون فرایند یادگیری سیستماتیک در زمینه اقدام اجتماعی و مشارکت در گفتمان عمومی هست. پاراگراف 12. در ادامه بیت‌العدل اعظم می‌فرمایند که قابلیت جامعه در زمینه اقدام اجتماعی در 25 سال اخیر به طور چشمگیری افزایش پیدا کرده. به عنوان مثال در سال 1996 250 پروژه توسعه اجتماعی و اقتصادی در حال انجام بود و در حال حاضر این رقم به 1500 رسیده. و در این حال تعداد سازمان‌های ملهم از تعالیم بهایی به 4 برابر یعنی بیش از 160 افزایش پیدا کرده. هر ساله در حدود 70,000 پروژه اقدام اجتماعی کوتاه مدت انجام میشه که افزایشی 50 برابر داشته.
همینطور مشارکت جامعه باهایی و به ویژه مشارکت منظم تر در گفتمانهای رایج جامعه هم به مراتب بیشتر شده. علاوه بر کوشش‌های بسیار گسترده در سطح بین المللی و تأسیس دفاتر جدیدی در آفریقا، آسیا و اروپا، میشه به فعالیت شبکه‌ای از دفاتر ملی امور روابط خارجی اشاره کرد که توجه عمده‌شون بر مشارکت در گفتمان‌های اجتماعی متمرکز هست. در این حال ورای اینها مشارکت خردمندانه و قابل ملاحظه آحاد بهائیان در زمینه‌های خاص هم وجود دارد. پاراگراف 13. در ادامه به طولند اعظم به ذکر پیشرفت‌های متنوع دیگر می‌پردازند. در ابتدا با اشاره به حجم تألیفات پرکیفیت نویسندگان بهائی و فضاهای ایجاد شده برای بررسی رشته‌های تحصیلی خاص در پرتو آثار بهائی و همچنین تأثیرات سمینارهای مؤسسه مطالعات رفاه جهانی برای دانشجویان و فارغ‌التحصیلان دانشگاه که هم اکنون جوانان رو در بیش از 100 کشور در بر گرفته، رشد و شکوفایی حیات فکری جامعه بهائی رو مورد تحسین قرار میدن. همچنین ذکر میکنن که بنای مشارق اذکار بهائی به نحو بارزی سرعت گرفته. در حقیقت آخرین ام المعابد که در حقیقت مشارق اذکار قاره‌ای هستند در سانتیاگو شیلی بنا شد و پروژه‌های ساختمان 2 مشرق الاذکار ملی و 5 مشرق الاذکار محلی که بیت الله‌العظم در حقیقت در رضوان 2012 به جامعه جهانی بهائی معرفی کرده بودند هم شروع شد و تاکنون مشرق الاذکار محلی باتامبانگ در کامبوج و نورت دلکاوکا در کولومبیا افتتاح شده. حمایت مالی جامعه بهائی برای هزاران پروژه در دست اجرا با وجود بحران عمده اقتصادی در دنیا نه تنها حفظ شد بلکه افزایش هم پیدا کرد. همچنین قابلیت محافل ملی روحانی برای اداره امور جوامع خودشون و با وجود تمام پیچیدگی های فزایندهش بسیار افزایش پیدا کرد. محافل ملی همچنین از همکاری با مؤسسه مشاورین قاره‌ای که در حقیقت مؤسسه‌ای هست که در جمع‌آوری بینش‌های کسب شده در سطح محلی و گسترش اونها در سراسر دنیا بسیار مؤثر هست بهره بردند. در این دوره و در حقیقت در سال 1997 بود که شورای منطقه بهائی به عنوان یکی از مؤسسات امر حضرت بهاءالله توسط بیت العدل به وجود اومد و در حال حاضر این شوراها و مؤسسات آموزشی زیر نظرشون در 230 منطقه در دنیا برای پیشبرد فرایند رشد مشغول فعالیت هستند. پاراگراف 14. در ادامه بیت الله‌العظم پس از توجه به 25 سال گذشته توجه خودشون رو به آخرین نقشه 5 ساله متمرکز میکنن که در حقیقت نقشه‌ای بود که از بسیاری جهات با نقشه‌های قبلی کاملا متفاوت بود. در این آخرین نقشه 5 ساله بود که بیت الله‌العظم از بهائیان جهان خواستن تا اون چرا که در 20 سال گذشته یاد گرفته بودن کاملا به کار ببرن. بیت الله‌العظم ماهیت توفیقات حاصله از تلاش‌های بهائیان جهان رو بسیار هیجان انگیز و موفقیت‌های این آخرین نقشه رو اوج توفیقات و تاییدات 25 سال گذشته می‌دونن. پاراگراف 15. در این آخرین نقشه 5 ساله که در حقیقت از سال 2016 تا 2021 ادامه داشت،
سالگرد 200 سال تولد حضرت بهاءالله و حضرت باب به ترتیب در سال 2017 و 2019 که هر کدوم محرک جوامع محلی در سراسر دنیا بود، این نقشه رو به 3 قسمت تقسیم کرده و علل خصوص این نقشه رو بسیار به یاد موندنی کردن. با قابلیتی که بهایان از خودشون نشون دادن، تعداد بسیار زیادی از مردمان دنیا از تمامی اقشار جامعه در بزرگداشت حیات مظهر ظهور الهی شرکت کردند. این امر در حقیقت توانایی و قابلیت جامعه در جهت بخشیدن به قوای عظیم روحانی برای پیشرفت امر الهی رو به منصه ظهور آورد. در نتیجه این مشارکت، امر الهی در سطح ملی در بسیاری از نقاط دنیا از مشهوریت بیرون اومد. آمادگی روحانی برای پذیرش امر حضرت بهاءالله در محیط‌های غیر قابل پیشبینی آشکار شد. هزاران هزار نفر با روح نیایشی آشنا شدند که امروزه ویژگی جوامع بهایی در سراسر دنیا هست و همچنین بینش امکاناتی که از بزرگداشت ایام متبرکه بهایی حاصل میشه بسیار گسترش پیدا کرد. پاراگراف 16. در ابتدای آخرین نقشه 5 ساله، قابلیت اداره کمی بیش از 100,000 فعالیت اساسی، یعنی جلسات دعا، کلاس‌های خردسالان، گروه نوجوانان و حلقه‌های مطالعه وجود داشت که نتیجه 20 سال زحمت و تلاش جامعه بهائی بود. در حال حاضر 300,000 فعالیت اساسی همزمان در حال انجام هست و تعداد شرکت کنندگان در اونها به بیش از 2,000,000 افزایش یافته که رشدی نزدیک به 3 برابر هست. 329 مؤسسه آموزش ملی و منطقه‌ای در حال فعالیت هستند و در نتیجه قابلیت اونها 750,000 نفر تونستن که حداقل 1 کتاب از کتاب‌های دوره مؤسسه آموزشی رو تکمیل کنه و در مجموع کتاب‌های تکمیل شده توسط افراد به 2,000,000 میرسه که بیش از 1/3 در مدت 5 سال افزایش داشته. پاراگراف 17. در آخرین نقشه 5 ساله بیت‌العدل اعظم از جامعه جهانی بهائی خواسته بودند تا سرعت رشد آغاز شده در 5,000 محدوده جغرافیایی رو افزایش بدن تا هر کدوم به یک برنامه فشرده رشد تبدیل بشن. بیت‌العدل اعظم در پیام 28 دسامبر 2010 خودشون به هیئت‌های مشاورین قاره‌ای یک برنامه فشرده رشد در یک محدوده جغرافیایی رو به این صورت تعریف میکنند که گروه‌های از افراد در یک محدوده جغرافیایی به طور پیوسته دوره‌های مؤسسه آموزشی رو طی میکنند و به فعالیت‌های مربوطه مشغول میشن و این فعالیت‌ها به نوبه خودشون باعث افزایش تعداد مقبلین جدید میشه که درصد قابل ملاحظه ای از اونها وارد فرایند مؤسسه آموزشی شده و موجب تداوم اون میشن. به عبارت دیگه شکلگیری این رابطه مکمل بین رشد و حرکت محدوده جغرافیایی از یک طرف و تداوم فرایند مؤسسه آموزشی از طرف دیگه یک برنامه رشد فشرده رو به وجود میاره که از نماد دوم در مسیر پیوستار رشد گذشته. بیت‌العدل اعظم اشاره میکنن که تا کنون تعداد برنامه‌های فشرده رشد تقریباً 4,000 هست که از ابتدای این نقشه بیش از 2 برابر شده. همچنین در آغاز این نقشه تعداد محدوده‌های جغرافیایی که از نماد سوم در مسیر پیوستار رشد گذشته بودند تقریباً به 200 در 40 کشور می‌رسید.
اکنون این رقم به 1000 عدد و در حدود 100 کشور میرسه. یعنی 1/4 برنامه‌های فشرده رشد در دنیا از نماد سوم عبور کردن. همچنین در بیش از 30 محدوده جغرافیایی تعداد فعالیت‌های اساسی به بیش از 1000 و حتی در بعضی نقاط به چندین هزار و با بیش از 20,000 شرکت کننده در 1 محدوده جغرافیایی میرسه. برای تعریف دقیق تری از نمادهای دوم و سوم در مسیر پیوستار رشد، توجه شنوندگان عزیز رو به پیام 29 دسامبر 2015 بیت العدل اعظم خطاب به هیئت‌های مشاورین قاره‌ای جلب می‌کنم. پاراگراف 18. بیت العدل اعظم نیروی اجتماع سازی امر حضرت بهاءالله که بیش از پیش در حال بروز هست رو پایه محکمی میدونن برای بنای نقشه 9 ساله جدید. محدودیت‌های جغرافیایی توانمند نشون دادن که گنجینه‌ای از یادگیری‌ها و ذخیره‌ای از منابع برای محدوده‌های جغرافیایی همسایه خودشون هستند. مناطقی که بیش از یکی از این محدوده‌ها رو در بر دارن آسان‌تر تونستن امکانات سرعت بخشیدن به رشد رو در هر محدوده یکی پس از دیگری فراهم بیارن. حد بسیار بالای ترقیات حاصل در محدوده‌های جغرافیایی که در اون مرزهای یادگیری در حال گسترش هستند، پیشرفت چشمگیر فرایند دخول افواج رو به واقعی عظیم با ابعادی تاریخی تبدیل کرده. پاراگراف 19. نقشه ملکوتی حضرت عبدالبها در سال 1937 با شروع اولین مرحله از اولین عهدش، یعنی نقشه 7 ساله که توسط حضرت ولی امرالله نوه ارشد و جانشین حضرت عبدالبها به جامعه بهائی آمریکای شمالی محول شده بود، رسما شروع شد. عهد اول نقشه ملکوتی حضرت عبدالبها پس از اتمام نقشه جهانی جهاد کبیر اکبر حضرت ولی امرالله در سال 1963 که باعث شد امر حضرت بهاءالله به سراسر جهان پخش بشه به پایان رسید. عهد دوم نقشه ملکوتی بدین ترتیب در سال 1963 و با شروع اولین نقشه جهانی بیت العدل اعظم که اولین نقشه 9 ساله بود شروع شد و 10 نقشه دیگر رو به دنبال داشت. در آغاز این عهد دوم جامعه جهانی بهایی که شروع دخول افواج رو که توسط حضرت عبدالبها پیش بینی شده بود مشاهده کرد. بیت العدل اعظم پیشرفت مشهود جامعه جهانی در طول عهد دوم رو شایسته ثبت در تاریخ امر الهی دونستند و بدین ترتیب پایان عهد دوم و شروع عهد سوم نقشه ملکوتی حضرت عبدالبها رو اعلام کردند. پاراگراف 20. بیت العدل اعظم در ادامه اشاره می کنند که محدودیت تعاملات فردی در بیشتر کشورها می تونست ضربه محکمی بر تلاش‌های جمعی جامعه وارد بکنه که جبران اون شاید سالها طول می کشید. اما به 2 دلیل این اتفاق نیفتاد. اول، آگاهی گسترده در سطح جامعه نسبت به وظایف بهائیان برای خدمت به نوع بشر علل خصوص در شرایط بحرانی و پرمشقت، و دوم افزایش چشمگیر قابلیت عالم بهائی در نمایانگر کردن اون آگاهی. افراد جامعه با خلاقیت و حس هدفمندی و همچنین رویکردهای جدیدشون که منسجم با چارچوبی بود که برای اکمالش زحمات بسیار زیادی در طول نقشه‌های متوالی کشیده بودند،
با بحرانی غیر قابل پیشبینی مقابله کردند و در حقیقت با وجود مشکلات شدید تمرکز خودشون رو حفظ کردند. پاراگراف 21. در ادامه بیت الله اعظم اعلام میکنن که بدین ترتیب نقشه یک ساله شروع میشه. بیت الله اعظم هدف و ملزومات این نقشه یک ساله رو در پیام 25 نوامبر 2020 خودشون مشخص کرده بودن. این نقشه عالم بهایی رو برای نقشه 9 ساله که در پیش هست آماده میکنه. در حقیقت دورانی پر از قوای روحانی که 100 سال بعد از نزول الواح نقشه ملکوتی حضرت عبدالبها در سال 2016 شروع شد، با 100 سال صعود اون حضرت که پایان قرن اول عصر تکوین و شروع قرن دوم اون عصر هست به پایان میرسه. پیروان حضرت بهاءالله این نقشه رو در زمانی شروع میکنن که نوع بشر برای مقابله با مشکلات جهانی آگاه‌تر به نظر میرسه. البته عادات دیرینه رقابت، منفعت طلبی، تعصب و کوته نظری همچنان حرکت به طرف وحدت رو مانع میشن. دعای بیت الله اعظم این هست که ملل عالم به خاطر خیر عموم از اختلافاتشون چشم پوشی کنن و پیروان حضرت بهاءالله بتونن رسالت خودشون رو با وقار و آرامش ادامه بدن و از ابهامات موجود و اغتشاشات عالم که بیش از پیش محتاج پیام شفابخش حضرت بهاءالله هست مضطرب نشن. پاراگراف 22. بیت الله اعظم در انتهای این پیام خودشون اعلام می‌کنند که نقشه ملکوتی اکنون وارد عهدی نوین و مرحله جدید می‌شود و فصل جدیدی آغاز گشته است. شنوندگان عزیز، ممنون از اینکه با ما همراه بودید. امیدوارم که این پیام بیت الله اعظم رو خودتون و یا با دوستانتون بتونید دقیق‌تر مطالعه بکنید و از رهنمودهاش برای خدماتتون به عالم بشری الهام بگیرید و استفاده بکنید. Thank you.